سلام پنجشنبه 13 آذر 93 4 دسامبر 2014 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه سپاه پاسداران در آبدانان ایلام یک نمایشگاه با چیدن پسترها علیه دراویش گنابادی ترتیب داده بود که با اعتراض دراویش چند ساعت بیشتر دوام نیاورد و معاون سپاه حاضر شد در محل و نمایشگاه رو جمع کرد. رئیس فدراسیون والیبال ایران هم عنوان کرده که فدراسیون جهانی والیبال موافقت کرده که ایران میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا در سال 2015 در اختدار باشه این بعد از اونیست که فدراسیون والیبال ایران پذیرفت که جای مخصوصی در استادیوم ها به خانم ها اختصاص بده و قنچه قوامی هم به قید وسیقه آزاد شد. 29 زندانی سیاسی در اورمیه هم پانزدهمین روز اعتصاب قضای خودشون رو پشت سر گذاشتند خواسته جدا تفکیک جرائم و تجميع زندانیان سیاسی در یک جا و رفتار معدبانه و غیر تبعیز آمیز رو دارند این دو خواسته اخیرا مقامات زندان دست به تهدید زدن برای اینکه اعتصاب غذاشون رو بشکن فردین اقصایی شهروند بهایی ساکن اورمیه هم که به سه سال زندان محکوم شده برای تحمل حبس خودش رو به زندان معرفی کرد او از اسرای جنگ ایران و عراقه و دو نیم سال در عراق اسیر بوده همسر او فرهناز مقدم هم به سه سال زندان محکوم شده و به زودی او هم باید خودش رو معرفی کنه امام جمعه رفسنجان در یک اقدام تحریک آمیز آشکار بهایان رو شهروندانی نجس خونده به طبیعت از آقای خامنه ای و گفته باید همه اونها را از رفسنجان بیرون کرد ستم، ظلم، کشتار، تبعیز، محرومیت از ساده ترین حقوق شهروندی قصه قمنگیز شهروندان بهایی و هممیهنان بهایی ماسته سی و سال گذشته موضوع دوم اینکه حزب ندای ایرانیان که آقای صادق خرازی به اشاره بیت رهبری و شخص آقای خامنه ای تشکیل داده عملا اون نقشه ای رو که آقای خامنه ای دنبال می کرد داره دنبال میکنه و اون ایجاد انشقاق و شکاف در اصلاح طلبان و درست کردن یک خط موازی است که در عمل هم پاره ای از افراد اصلاح طلبان ریزش کردند و به این حزب نزدیک شدند حزب رهروان ولایت هم که آقای علی لاریجانی دنبالش هست خبر میرسه که به زودی تأسیس خواهد شد به این ترتیب احتمالا آقای خامنه ای اون مدل حزب ایران و نوین و حزب مردم یا در واقع دو حزب طرفدار راستر و چپتر وفادار به خودش رو میخواد درست بکنه آقای ظریف که در اجلاس همایش هسته در دانشگاه علامه مطرح کرده بود که دیپلماسی ما موفق بوده و ایران امتر شده کسی دیگه صحبت از حمله به ایران نمیکنه سایه جنگ در واقع از سر ایران برداشته شده با واکنش تند آقای عزیز جعفری فرمانده سپاه مواجه شده که ایشون گفتن که استحکام دیپلماسی مدیون اقتدار دفاعی نظام نه اینکه امنیت دستاورد مذاکرات یک ساله اخیر باشه واقعیت این است که هیچ کدوم از دو طرف درست نمیگن و ایران اتفاقا کماکان در معرض تهدید قرار داره اگرچه هیچ وقت هم مسئله حمله تمام ایار نظامی به ایران مطرح نبوده جدی نبوده حتی در کابینه آقای بوش ولی به خصوص سپاهی ها عامل اصلی آشوب و ناامنی و ایجاد فشار بین المللی روی ایران بوده و هستند. ماجراجوی های سپاه عامل بسیاری از گرفتاری است که الان کشور با اون درگیره و اتفاقا مشی صحبت مذاکره و دیپلماسی مشی بوده که شاید اندکی تنش زدایی کرده از جمله اتفاقاتی که همین دیروز افتاده و ادامه دخالت های سپاه در یمن باید اون رو دونست انفجار در محل اقامت سفیر ایران در یمن بود که یک کشته و هفته زخمی به جا گذاشته مجلس هم داره طرحی رو تصویب میکنه که عجیب اگر به تصویب نهایی برسه و اون اینکه که آستان قدس رضوی و نیروهای مسلح که البته سپاه از همه پر تجارت تر هست در بین اونها باید برای فعالیت تجاریشون مالیات بدن و حتی مالیات بر ارزش افزوده باید بپردازن اگر این تر به تصویب برسه از شورای نگهبان هم رد بشه و جلوش رو نگیرند اون وقت باید گفت که یک قدم به سمت نظارت به ریخت و پاش های بی حساب اونها برداشته شده آقای فاد همدان که از مخالفین رژیم اسد هست و سایت نامه شام رو منتشر میکنه عنوان کرده در یک مصاحبه با روزنامه فرانسوی که در سال 2011 با شروع قیام مردم علیه بشار اسد او تصمیم گرفت از ایران ببره و به عربستان نزدیک بشه ولی فشار ایران در درون ارتش سوریه و فسادی که در اونجا درست کرده عملا از 2012 اسد رو چرخوند سمت ایران و او گفته که الان ایران در ارکان حکومت همه جا حضور داره نمایندگان مجلس هم شروع کردند به اینکه به خصوص اونهایی که, اونهای که وابستگی به سپاه دارند اینکه بهترین کمک اقتصاد مقاومتی بسیجه و عملا مثل آقای نقدی و شخص آقای خامنه ای میخوان که بخشی از امکانات کشور رو هم این بار به بسیج بدن چیزی شبیه اون طرحهای زود بازده آقای احمدی نژاد که فقط مقادیر زیادی از منابع بانک رو حیف میل کرد موضوع سوم این که شاخص فساد جهانی و فساد اقتصادی در مطالعه ای که در دنیا شده از بین 176 کشور ایران رتبه 136 رو داره دانمارک البته بهترین کشور هست که مطمئنا بخش بزرگی از این جایگاه فساد به دلیل همین دخالت های نیروهای اسلحه به دست و دست بند به دست و مافیایی در ارکان اقتصاد کشوره که حالا میخوان بسیج رو هم بهش اضافه کنه آقای که اسدالله اسکرولادی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بود رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه هم شده و ایشون عنوان کرده که ما برای تجارت با روسیه پنج مشکل داریم گفته یکی رو نمیگم اما چهارتای دیگه عبارت است از ضعف حمل و نقل هوایی به صرف نبودن حمل و نقل دریایی بین دو کشور گشایش اعتبار تا به حال عملی نشده و ضعف انتقال پول و اینکه روسیه روبل میپردازه و نه دلار آقای غالیباف شهردار تهران هم بالاخره تایید کرده که در تهران ما پانزده هزار کارتون خواب داریم شایعه تعطیلی یک بانک توسط بانک مرکزی هم موجی از نگرانی بین مردم که پولشون نزد بانک هاست ایجاد کرده اگرچه اصر ایران از قول بانک مرکزی گفته تکذیب کرده خبر رو گفته قرار نیست بانکی تعطیل بشه موضوع چهارم این که در کمیته روابط خارجی سنای امریکا جلسه ای به ریاست آقای منندز جلسه ای بوده که جلسه استماع نظر کارشناسی که آقای آلبرایت و آقای سیمور گری سیمور در اونجا شهادت دادن توضیح دادن در همین جلسه آقای منندز مطرح کرد که برخلاف اظهارات وزارت خارجه امریکا تحریم های بیشتر گفته غیر سازنده نیست و احتمال اینکه لایحه جدید تحریم علیه ایران رو زمینه لایحه بودجه دفاعی که در آخر سال تصویب میشه بکنند وجود داره اگر این کار رو بکنند هم تصویبش راحت میشه و اگر آقای حریری اون رو از دستور بیرون نگذاره هم وتو کردنش توسط آقای اوباما دشوار خواهد شد اما موضوع آخر اینکه رهبر کله شمالی دستور دادند که دیگه اسم ایشون رو به هیچ بچه ای ندن و اونایی هم که اسمشون مثل اسم ایشونه همه رو برند و اسامیشون رو عوض بکنن دندکی صبح سهر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی.